هجرت ها برای چیه؟ این هجرتی که ائمه میفرمودن برای اینکه یه امتی بسازن، که گاهی هجرت ظاهری بوده، گاهی هجرت باطنی بوده، اینا برای چیه؟ چون ائمه میخواستن حیات الاخره تو این زمین بپا کنن. اینو من مکرر عرض کردم که ما تو عالم عرض هممون آمدیم دیگه، و خدا متعال به حضرت آدم فرمود برید شما و نسلتون یه مدتی باید اونجا بمونید، ولکم فل ارض مستقرون، تا یه مدتی دیگه قرارگاه شما زمینه و متاع و امکاناتی هم بهتون میدیم، الهین تا یه مهلتی باید اونجا بمونید. ما آمدیم تو عالم عرض، تو این عالم عرض دو تا جهان به پا میشه، یکی حیات الاخره و جهان الاخره است که انبیا به پا میکنن، یکی حیات الدنیا است که فرعون ها به پا میکنن، و قرآن بخش عمده ای از آیاتش معرفی این دو تا جهانه، که حالا من الان مجال ندارم به اون بحث وارد بشم، عنایت میکنید. یه آیهشو فقط تبرکن میخونم. خدای متعال میفهمد که ما هذه الحیات الدنیا، اولا این حیات دنیا حیات دم دست، در مقابل حیات الاخره که تلک الدار الاخره است. بعد میفهمد ما هذه الحیات، این حیات دنیا نیست الا لعبون، الا لهوون و لعبون، تمام حیات دنیا لهو و لعبه. دستگاهی که فرعون ها به پا میکنن، بنی امیه و بنی عباس به پا میکنن، جهانی درست میکنن، اونا هم میخوان ما رو کوچ بدن، ما رو هجرت بدن، ببرن تو اون جهان، یه جهانی درست میکنن، دعوت دارن، صدا میزنن، منادی دارن، ما رو صدا میزنن ببرن تو حیات دنیا. حیات دنیا قرآن میگه محیط لهو و لعبه، لهو اون چیزی که ما رو از ذکر خدا غافل میکنه، محیط ذکر نیست، لهو لعب یعنی اون چیزی که ما رو به بازیگری مشغول میکنه، مقابل حکمته. حیات دنیا هیچ کارش حکیمانه نیست، بزرگم که بشی کارت لعبه، هر کاری انجام بدی لهوه. ما هاول حیات دنیا الا لهوون و لعبون، یه سرای دیگریست پیداست اونجا، دار ذکر و حکمته، اونجا که رفتی میشی حکیم، میشی اهل ذکر، عنایت میکنید. وقت اون دار کجاست؟ قرآن معرفی میکنه دیگه، میفهمد که این پیغمبر انزلنا الیکم ذکرن رسولن، حقیقت ذکر این پیغمبره، وادی نبی اکرم وادی ذکر، انا مدینت الحکمته و علیون باباها، اون بیت الحکمه وجود مقدس نبی اکرم و داره بیت نبوت نبی اکرم بیت الحکمه است، اونجا رفتیم میشیم حکیم، اونجا رفتیم میشیم اهل ذکر. اگر تو وادی رفتیم که فرعون ها به پا میکنن و بنی عباس و بنی امیه، اونجا داره وادی غفلت و لهبه. بعد ما ان الدار الاخره لهی الحیوان، این سرای آخرت دار الحیوانه. پس پیداست ما یه داری داریم که دار لهو و لعب و موت، آدم اونجا که بره مرده است، میته، ولو اینکه راه میره میخوره میاشامه، اینو که حیوانات هم دارن، این که حیات طیبه نیست که. این طرف دار ذکر و حکمت و حیوانه، دار الحیوانه. خب انبیا میخوان دار الحیوان بپا کنن، تو همین عالم عرض دو تا جهان بپا میشه، یکی منتهی میشه به بهشت، یکی منتهی میشه به جهنم. این بیان معروفی که از ائمه نقل شده، از سید شهدا هم نقل شده، تو راه مکه به کربلا از حضرت سوال شد که قرآن میفهمد روز قیامت ما مردم رو با امامشون صدا میزنیم، مگه ما یه امام بیشتر داریم؟ حضرت فرمود دو جنس امام داریم از نظر قرآن، امامون یدعو الی الهدى فاجابوه الی، یه امامی دعوت به هدایت میکنه او رو اجابت میکنن، و امامون یدعو الی ضلالت فاجابوه الی، یه امامی هم دعوت به گمراهی میکنه اونم اجابت میکنن، اونم مرید داره. فرمود هؤلاء فی الجنه و هؤلاء فی النار، اینا وادیشون وادی بهشته، اونا وادیشون وادی جهنمه. از همین دنیا شروع میشه ها، تو عالم عرض دو تا عالم درست میشه، یکی حیات الدنیاست که حیات الاخره. حالا خود شما در قرآن دنبال کنید، حیات الدنیا رو فرعون ها به پا میکنن، حیات الاخره رو انبیا اهل بیت به پا میکنن. حیات الاخره دار ذکر و حکمت و دار حیات و به تعبیر قرآن دار نور و و امثال این هاست، یک وادی اون برم به عکسه، این دوتا وادی تو همین دنیا به پا میشه. ائمه میخوان ما رو دعوت ایجاد کنن، حیات الاخره رو ما رو دعوت میکنن به حیات الاخره، میخوان ببرن. لذا هجرت ائمه یه هجرت باطنی است، آدم ها رو با خودشون از عالم عرض به سمت خدا میبرن.
ما باید با امام هجرت کنیم تا در باطن برسیم. یه حیات الاخرهی ظاهرن هم بپا میکنن، یعنی اینجور نیست که حیات الاخرهی که در دنیا بپا میشه فقط باطنیست، اون حیات الاخرهی که بپا میشه یه ظاهری هم داره، کما اینکه حیات دنیا هم یه باطنی داره، باطنش جهنمه، یه ظاهری هم داره. ائمه یه هجرتهای باطنی میکنن، ما رو دعوت میکنن، یه هجرتهای ظاهری میکنن، میگن ما باید با امام هجرت کنیم، هم هجرت باطنی هم هجرت ظاهری.